با درود به هموطنان ایرانی گرامی من، به هموطنان شجاع من، به هموطنان غیور من در تمام سطح ایران، از شمال ایران تا جنوب ایران تا تهران عزیزم، جایی که بزرگ شدم، و شرق ایران و غرب ایران، همه جای ایران، جنوب، شمال، غرب، شرق، به تمام هموطنان ایرانی غیور و گرامی خودم درود میفرستم. من بارها اعلام کرده بودم که یکی از دلایلی که در رسم افسار ما بیشتر کارامون به زبون انگلیسیه، در صورت که من خودتون میدونیم که در آلمان زندگی میکنم، دلیلش این بود که انگلیسی زبون بین المللیه و با بودن زبون بین المللی انگلیسی میشه پیام ما رو، پیام فرهنگ ما رو، پیام فرهنگ نظامی ما رو به تمام دنیا برد و گفت که همینطوری که مثلا ژاپنیا روی بوشی یا به قول عوام سامورایی تأکید دارن، یا چینی ها که فیلم های تاریخی جنگی درست میکنن و یا وزش رسمی دارن، یا کره ها خیلی روش فعال شدن به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، و الان هم که خودتون میبینید که در مثلا هندی ها وزش تاریخیشون تأکید دارن و حتی اروپایی ها در هیما تأکید دارن. هدف من در رسم افسار و با کتاب هایی که نوشتم این بود که اینو من نه فقط در سطح آکادمیک ببرم جلو، بلکه در تمام دنیا سطح رسمی هم بشناسم، کاری که روی سند باشه، روی سلاح شناسی باشه، رسمی که واقعا بشه در کتاب ها دنبال کرد و همچنین تمرین کرد. فرهنگ جنگاوری ایران، فرهنگ رسمی ایران روی پهلوانی بنا شده است. از امروز من دوباره یه سری ویدیو درست میکنم. من در به فارسی در کانال یوتیوب خودم که میدونید که فارسی خیلی گذاشتم برای شما هموطنان گرامی، ولی از امروز تصمیم گرفتم که براتون مرتب ویدیو به فارسی بذارم به عنوان یه کار خیلی کوچیک که اگه من بتونم برای هموطنان گرامی خودم انجام بدم، اینه که سلاح شناسی رو از این طریق به شما نشون بدم. متاسفانه من الان در دانشگاه خارج تدریس میکنم و نه در ایران، که بتونم در کنار هموطنان گرامی باشم که در مورد سلاح‌های مختلف تاریخی صحبت کنیم و رسمی ایران. قبل از اینکه جلو بخوایم بریم، خواستم بگم که در هر سلاح شناسی و یا هنر رسمی، آیین پهلوانی مهمترین آیینه. آیین جنگاوری بدون جوانمردی و بدون پهلوانی بی مفهوم و پوچه. بی مفهوم به این معنا که ما وقتی که به حاج رزاز، پهلوان رزاز میپردازیم، وقتی که به پوریای ولی میپردازیم، وقتی که به داستان کاوه آهنگر میرویم، وقتی که به داستان بابک خرمدین میرویم و تمام این داستان ها و یا مازیار در ایران قدیم، آریو برزن و یا پهلوانان در دوره های بعد از دوره ساسانی، ما همیشه میدونیم که روح پهلوانی مهمترین چیز در جنگاوری ایران بوده. روح پهلوانی چیست؟ روح پهلوانی این است که ما وقتی که جنگاوری را بلدی هستیم، وقتی که میتوانیم با دست و پا بجنگیم و یا با سلاح‌های سرد و یا حتی در امروز با سلاح‌های گرم بجنگیم، هیچ وقت و به هیچ عنوان روح جوانمردی و جنگاوری نباید به ما اجازه بده به یک انسان بی سلاح حمله کنیم و به یک انسانی حمله کنیم که از ما ضعیف تره. این به هیچ عنوان در آیین جنگاوری ما ایرانیان نیست، نبوده و نخواهد بود. امروز من درس اولم رو که شروع میکنم، میگم درس اول، من میدونم که در این مورد ها با شما تو این کانال داشتم به فارسی صحبت کردم، ولی امروز دوست داشتم اسمشو بذارم درس اول. درس اول به خاطر دوره ای که الان ما برش میگذرونیم و افتخار اینو داشته باشم که حداقل از این طریق که در خارج کشور هستم بتونم یک کوچیکی، یک تدیه کوچکی به شما
هموطنان گرامی تقدیم کنم هدیه کوچکی از سلاح شناسی ایران برای شما غیوران ایرانی و شجاعان ایران. اجازه بدید من اینو پخش کنم. امروز هموطنان گرامی، امروز ما می رویم و در مورد دسته شمشیر با شما می خواستم صحبت بکنم. دسته شمشیر، من الان ببینید هر منابعی که هست، این کتابی که الان اینجا می نیم برای اولین بار من نشون میدم. خواستم افتخار داشته باشم به شما بگم این کتاب من در دو هفته دیگه چاپ میشه. تایید بصارت هستش که 4 کتاب به زبان فارسی که در هند از طول 500-600 سال قبل تا قرن 18 میلادی نوشته شده. طبقه بندی شمشیرها، شما میدونید که زبان هند قبل از اینکه انگلیسی ها بیان در اکثر قسمتاش، نه در همه جاش ولی اکثر قسمتاش، مغول هندی ها و حتی در قسمت بیجابور و قسمت های دیگه، پارسی، زبان شیرین پارسی، زبان لینگوا فرانکا که ما میگیم زبان رسمیشون بود، زبان دربار و زبانی که بود برش می نوشتن، که الان خودتون میدونید انگلیسی شده. این کتاب من در مورد این 4 تاست، به خصوص در مورد تایید بصارت هستش که میرزا لطف الله نوشته. میرزا لطف الله یک ایرانی بوده که در دوره صفوی به مغول هند رفته و در دهلی زندگی میکرد، که این کتاب در مورد طبقه بندی شمشیر نوشته. من این طبقه کتاب رو برای اولین بار در کتاب لکسیکونم در 2010 که چاپ شد، 2010 یعنی 12 سال پیش که چاپ شد، از این کتاب قسمتاشو استفاده کردم. بعد یه نفر دیگه از محقق اومد، محقق انگلیسی، که با کمک یک محقق پاکستانی تبار در لندن این قسمت رو ترجمه کرده بود، ولی من این قسمت ترجمه کامل این هستش و طبقه بندی این دقیق این و کامل این کتاب است که من به زودی 2 دیگه به شما در بازار ارائه میشه. این شمشیر من از مجموعه مختلف اروپایی هستش و مجموعه مهم اروپایی. میبینید که این شمشیر ایرانیه. هموطنان گرامی من، این بالا رو نگاه کنید. این قسمت رو بهش میگیم، میگفتن کلاهک، مثل یک کلاهه، میبینید که از فولاد و یا آهن درست میشده. اگه شما دقت کرده باشید این میره تو با زاج سفید چسبونده میشد. در مورد فرمول زاج سفید هم که میدونید که من مقاله نوشتم، اگه خواستید میتونید به اون مراجعه کنید با یکی از همکاران. و اینجا میبینید که در اینجا این کلاهک با یک دونه میخ پچ در کنار اون زاج سفید معمولا وصل میشه، نه همیشه. میبینید خود این نوع کلاهک یک هنر. اینجا میبینید که یا اینکه چیز شده، به اصطلاح تزییناتش از بین رفته به احتمال خیلی قوی، و یا اینکه مثلا خودش فولاد جوهردار بوده که الان پاک شده، اینو باید دوباره درستش کنن، مرمتش کنن. و اینجا میبینید که از مس، میخ پچیش از مس که این دسته رو به این به زبونه این قسمت پایین تیغ وصل کرده. ببینید اینجا میخ پچ شده. بازم این دسته که اینجا دقت کرده باشی، اینو زرده که این از آج شیرماهی هستش به این وصل شده. اینجا هم که بلچاق یا محافظ دسته هستش که شما اگر دقت کرده باشید، این از ناجفتشون از پولاد گوهردار هست. شمشیر هم خود تیغ هم بینید از پولاد گوهردار بوتهیه. و اینجا میبینید که کنده کاری شده، قلم زنی شده روی فولاد گوهردار، که اینم میبینید که اکثر شمشیرها این قسمت هایی شما دقت کرده باشید گرد مانند هستش. من میرم جلوتر و این یه کتابیه که اینم به زودی سال بعد میلادی چاپ میشه. این در مورد یک مجموعه خیلی مهم در کویت هستش و جالبه که بدونید با اینکه ممکنه دستهاش اینکه دستهاش ایرانیه، مثلا دستهای عربی داشته باشن، دسته های عثمانی یا هندی، تمام تیغاییشون قریب اتفاق به جز دوتاشون همه ماره ایران. شما ببینید چقدر تیغای ایرانی رو کشور همجوار، نه فقط همجوار، حتی تو روسی، حتی تو اروپا، پولاد گوهردار ایرانی رو گرامی میشمارن. شما اگر الان بیان اینجا دقت کرده باشید، یادتون اینجا من به شما گفتم اینجا بازم از پولاد گوهردار، اینجا که دقت کرده باشید بهتر پولاد گوهردار دیده میشه. تیغش هم که همینجا بازم کندکاری شده، قلمزنی شده، که اینجا معمولا از آیات قرآن هستش و یا از شعرهای پارسی.
و اینجا بازم شما دقت کرده باشید، نگاه کنید، این از آج شیرماهیه، این از آج فیله. و اینجا باز شما دقت کرده باشید، فکر کنم این یا حنانه، اسامی خداست که روی این اضافه شده. شما دقت کرده باشید اینجا کلاهک، اینجا هم کلاهک. اگه به دسته محافظ دست نگاه کنید، بازم می‌بینید که حالت گرد مانند اینجا هستش. اینجا هم که یک زبون ماننده، چون اینجا غلاف میره توش که این زبون فرض کنید غلاف باشه، اینجوری میره و صفر میشه. اکثر شمشیرها بند دستشون رو از دست دادن، تاریخ رو می‌بینید که اجزای استفاده میشه از بین میره و میداخنش تو بند دست، اکثر شمشیرها داشته که اگه دقت کرده باشید بند دست میره اینجا تو مچ، به مچ اینجا صفر میشه و این به شمشیر وصل. شما اگه شمشیر مثلا محکم که زده میشده به هدف و میجنگیدن، اگه یه دفعه دستشون در میرفته، باز اینجا بند دست بوده که با یک چرخش میتونستن دوباره به دست بگیرن و به جنگ ادامه بدن. در مورد اینکه آیا چرا اکثر شمشیرهای ایرانی آج شیرماهی داشتن و کمتر آج فیل، ببینید شمشیر ایرانی آج فیل هم داشتن، این درست نیست که ما بگیم. خیلی هم فکر میکنن که شمشیرهایی که در هند، منظورم تروار یا تلوار یا تولوار نیست که اون فولادیه یا آهنیه، منظورم شمشیرهای هندی هم وجود داشته، مغول هندی ها که از ایرانی ها تقلید میکردن، که حتی در دوره صفوی از آهنگرای ایرانی دعوت کرده بودن که بیان و شمشیرها رو بهشون یاد بدن چجوری به سبک ایرانی درست کنن تیغه ها و دسته ها رو. اونا اکثرا آج فیل استفاده میکردن. ایرانی ها آج شیرماهی استفاده میکردن که از بالا از روسیه وارد میشده، چون میدونید که این موقع ها همیشه در حال تبادل کالاها بوده، مثل الان اینجوری نبوده که همه بشینن بگن فقط ما اینه. و این آج شیرماهی خوبیش اینه که وقتی که عرق میکنه دستتون، چون میدونید شما حتی بازوبندم داشتین، کف دست همیشه خالی بوده، لخ بوده، معذرت میخوام، پوست دستشون بود، دستتون با این آج در رابطه بوده، آج دندان شیرماهی منظورم، میگیم حالا به انگلیسی والراس آیوری، منظورم دندان شیرماهی یا گرازماهی، منظورم از شیرماهی. البته الان چون عوض شده، قدیمه بهش میگفتن شیرماهی، یکی از دوستان گفت که الان در فارسی بهش میگن گرازماهی، منظورم والراسه، که دیدی که دندوناش اینقدر به انگلیسی ما میگه والراس بلند. این باعث میشده که کف دست بچسبه، شما هرچی عرق کنین بیشتر میچسبه. آج فیل متاسفانه نه، بیشتر سر میخوره. چرا مهمه؟ درست شما بند دست داشتید، اولا که همه شمشیر را بند دست نداشتن، ولی حتی شما اگه بند دست داشته باشید، خوبیش اینه که شما هم تو بند دست دستون محکمه که هم به پوست دستون چسبیده و باعث میشه که شمشیر در نره. افتادن شمشیر باعث میشه که سلاح در دستون نباشه، خیلی خطرناکه، مجبورید کارت، خنجر یا سلاح جانبی بکشید که کوتاه داره. و بالاخره حتی اگه دو تا شمشیر هم کرده باشین یا گرز سلاح بلندتر هم داشته باشید، طبعا با این وجود صبر باید بکنید تا شمشیر بعدی رو، سلاح بعدی رو بکشید، که باعث میشه چند ثانیه از دست داده بشه. این در مبارزه با سلاح خودش یعنی ممکنه به مرگ ختم پیدا کنه. قدیم منظورم. در مورد اینکه آج شیرماهی رو کجاهاش بهتره، ببینید مغز دندان گرازماهی یا شیرماهی کریستالین، حالت کریستالین داره. شما اگر بیاین نگاه کنی، یعنی از مغزش نیست این بالایی، یعنی از کناراش، کناراش اینجوری زرد رنگه، مغز وسطش دوندونه. اونو خیلی دوست داشتن که حتی جهانگیر که در مغول هند بوده، در هند که اونجا پادشاه بوده، میگفته که این خیلی خوبه، بهش میگفتن آج شیرماهی گوهردار، که اونم مثل خود پولاد گوهردار که تر داشته، تر داشته، اونو از همه بهتر میدونستن. بذارید از اینجا رتشیم بریم جلو و به بعدی بپردازیم. شما الان نگاه کنید، ما الان اینجا که بیایم، شما اینجا نگاه کنید، این حالت کریستالین که میگم اینه، دقت کنید، این از وسطش. ما تو بعضی داریم دیگه اصلا نارنجی پررنگ میشن، و اینجا نگاه کنید مثل طرح، نگاه کنید الان پولاد گوهردار اینجا بیشتر مشخصه، اینم حسد پولاد گوهرداره. اینجا اگر الان بیاین دقت کنید، اینه که بهتون میگفتم بعضی وقتا این نشکسته، بعضی وقتا چون این مثلا شما اگر دقت کرده باشید، این خیلی قیمتی بوده، این از دو قسمت درست میشده، اینا رو هم دیگه بس میکنه، یکی به حالت قیمتش بوده، یکی هم بعضی از چیزا هم میگه باعث میشده که اینا مثلا بتونن بهتر در حال ضربه رو خونسا کنن. در این مورد شما میتونید مقاله من رو بخونید که براتون جالب باشه. بازم این ناکن جیمز تلاکوبی دوش بوده یا تلاکوبی مکرره. اینجا این به ناکنی محافظ دسته است که بازم به حالت به اصطلاح گرد مانند تقسیم میشه. این حالت میبینین تورنج شکل. شما اگه اینو اگر از نزدیک نگاه بکنید، این طرح پولاد گوهردار رو در اون میبینید.
ببینید دوستان عزیز، این که محافظ دسته بلچاق بود، این که کلاهک بود، به این میگن آهنک. آهنک هم دیگه اسمش معلومه از آهنه، که این کناره ها رو دو تا صفحه میگرفته. این الان زنگ زده، دقت کرده باشین، ولی بعد پاکش نکردن، بخاطر اینکه تلاکوبی مکرر روش. حالا تلاکوبی مکرر چیه؟ با تلاکوبی که به صورت تو میره، من یک دونه درس دیگه در مورد نوعهای تلاکوبی قدیم بهتون توضیح خواهم داد. این آهنک این وسط میره. یعنی شما تصور کنید اینجا زبونه تیغه، رو زبونه تیغ دو تا صفحه آهنی میذاشن، یکی اینجوری یکی اینجوری، خب بعد اینجا چیز میریختن روش، ساج سفید، بله، بعد چیز رو میذاشتن، سوراخ هم که بوده دوتا، بعضی دوتا داشته، در قسمت کلاهک انبازی سوراخ دیگه الان بگذاریم، بعد دوتا مثل آجاری که بریده بودن میذاشتن روش که میچسبیده، بعد دوباره اینا از توش میخفرش میکردن، اون قسمت چیز هم سر کلاهک هم ببینید که زبونه به این شکل اینجوری بوده، دوباره اون یک دونه صفحه دیگه می‌داشتن، اون صفحه بالا که می‌رفته قسمت چیزو داشته، شکل کلاهک رو داشته، این دوتا می‌اومده اینجوری، دوباره اون ساج سفیدو می‌ذاشتن، کلاهک رو می‌ذاشتن توش، که میخ‌پرچم اونجوری می‌کرد که میشه دسته. بعد خود آهنک رو اگه دقت کرده باشید اینجا قبلش تزیین می‌کردن، تزیینات مختلف و زیبایی داره، حالا من بعداً بازم به شما نشون خواهم. شما الان ببین این یکی رو اگه دقت کنید، این شمشیر رو ریزنده، این در کتاب کمان زنی، تیراندازی با کمان و شمشیر زنی، وزش های رسمی تاریخی ایرانی چاپ شده، در اونجا در قسمت کاتالوگش هست که این 2012 میلادی چاپ کردم. شما اینجا رو دقت کنید، این آج فیله، باز پولاد گوهر داره. ببینید بعض وقتا فقط این کناراشو با تلاکوبی مکرر تزیین میکردن که الان شما اینجا خالی میبینید، و این قسمت وسطش رو خالی میذاشتن. برای چی خالی میذاشتن؟ برای اینکه شما بتونید طرح پولاد گوهردار رو ببینید. شما الان به اینجا نگاه کنید، اینم باز همون کتابی قبلی که گفتم. ببینید اینجا جالبیش اینه که از شاخ گوزنه، شاخ گوزنم سومین نوع مرغوب بوده. ببینید ما شیر ماهی یا گراز ماهی که الان میگیم بهش آج فیل، شیر ماهی هم دو نوع بوده که بهتون گفتم، وسط دندون، کنار دندون، آج فیل، سه و نوع مرغوب شاخ گوزن بوده. شاخ گوزن چرا؟ چون اینم به حالت شکلش باعث میشه که استحکاک پیدا کنه و شما نتونید مثلا بهتر بتونید بچسبه به دستتون. بعد از این شاخ گاومیش بوده، اون سیاهایی که میبینید، خب از همه پایین‌تر استخوان بوده، از همه پایین‌تر شما دستای مختلفو دارید. اینجا بازم میخپچ شده، میبینید، و اینجا میبینید که پولاد گوهر داره، که اینجا میبینید که کلاهکش چیز شده، تزیین شده. این در کتاب جدیدم که چند دو هفته دیگه چاپ میشه هستش. این شمشیر خیلی جالبه، شما نگاه کنید اینجا حالت دایره‌ای داره سر دسته، اینجا دسته هاست کفچه ماننده، میبینیم مثل کفچه، خب محافظ دسته کفچه شکل، که اینم شمشیر ایرانی اکثرشون این شکلی است، تهشون بعضیشون اینجوریه، من خودم خیلی اینا رو دوست دارم. ببینید چند تا سوراخ هم روش هست، شما فقط تلاکوبی رو نگاه کنید، تلاکوبی برجسته هستش که یک ترکیبی هستش از قلمزنی و تلاکوبی. شما کلاهک رو نگاه کنید به چه زیباییه، اینم آج شیرماهی یا گرازماهی هست. شما فقط این شمشیر رو نگاه کنید، این از مجموعه شخصی در لهستان که در کتاب من چاپ خواهد شد، مجموعه شخصی خیلی بزرگ که با موزه هم شده، به موزه تقدیم کردم، با موزه ها کار میکنم. شما آهنک رو نگاه کنید، باورتون نمیشه شاید، ببین آهنکش چقدر روش طلا داره، دقت کنید مثلا واقعا، حتی شما اگه دقت کرده باشید حالت نقش گل و برگ روش نگاه کنید چه زیباییه، مثلا خودش ببینید مثل همین، شما مثلا سوکا یا سوبا در شمشیرهای نیانتوی ژاپنی دیدی که محافظ دسته درست کردن، خودش یک هنر که یه نفر دیگه درست میکرده، نه آهنگه و یا قسمت های مختلفش، شما نکنید در شمشیر ایرانی هم همین هنر بوده. و این قسمت شما نگاه کنید، اینجا خواستم شما ببینید زاج سفیده، میبینید چجوری این مثل سنگ میشه، اصلا باور کنید حتی مثلا میخواید جداش کنید نمونه مردنی سخته تا این حد، چه قشنگ بهتون نشون میدن. شما نگاه کنید با چه دقتی تلاکوبی برجسته رو کردن، باور نکردنیه.
شما نها کن نیاکان ما چه هنری داشتن، اصلا باور نکردنیه. این در اون مجموعه کویتیه. شما نها کنید اینجا حالت تورنج برجسته کردم، نمونش رو قبلش داشتیم اگه دقت کرده باشید. اینجا بود کجا بود من؟ نه نداشتیم اینجا هنوز. آه اینجا چرا مثل تورنج میبینید؟ این رو خیلی از شمشیر ایرانی میبینید. حالا ما اگر اینجا بیایم، ببخشید، بعد اینجا قشنگ طرح پولاد گوهردار می از این مجموعه کویتیه که شمشیر ایرانیه. محافظ دست در نگاه کنید که این قسمتی هم که اینجا جدا شده. اینجا حالا من بعدم بهتون توضیح میدم، چون بعضی روش زبونی تیغ حتی اسم آهنگر نوشته شده که البته من اونو باز برمیگردیم با هم دیگه صحبت میکنم. دقیق چیز دیگه این در کتاب شمشیر زنی و تیراندازی نوشته چاپ شده. و البته این سیم پیچیش جدا شده است. اینو سیم پیچی معمولا شما نگاه کنید تا اینجاست. شما اکثر شمشیرهای عربی رو نگاه کنید سیم پیچی دارن، ایرانی ها کمتر دارن ولی بعضیاش دارن. اینجوری نیست که نداشته باشن، اینکه یکی از اوناست. از پولاد گوهر داره، حتی احتیاج مرمت داره که بهتر بشه طرحش رو دید. این هم تراکوبیه به برجسته هستش و همچنین در این قسمت شما در این قسمت کلاهکش هم همینجوره. شما اینجا رو نگاه کنید، این متاسفانه این موزه چست زده روش، اصلا نباید موزه ها این کار رو بکنن ولی بالاخره در ایران هستش این. و این چیز بله این از آج شیرماهی هستش، دندون شیرماهی منظورم. این بذیر در این کتاب هم چاپ میشه. این باز از پولاد گوهرداره، کناراش تراکوبی مکرر شده، کلاهکش از نقره هستش و اینجا سیمپیچیش. ببینید اینجا سیمپیچیش خیلی دقیقه، باز نشده مثل این. و اینم اگه دقیقه باشید این از آج فیله، ولی اینجا رو نگاه کنید محافظ دستش از سیمه، که این سیما باعث میشه این جلو دستتون محافظ داشته باشید. این به خصوص براتون مهمه شما اگه بازوبند نداشته باشید، چون بازوبند خودش زره حلقه‌ای داره و شما احتیاج به این ندارید. ولی اگه نداشتین زره حلقه‌ای، چون بعضی وقتا بازوبند باید محافظ دست نداشته، شما احتیاج به این داشتین. مگه دستتون انگشت که ضرب بخوره، یکی از انگشتا ضرب شدید بخوره بشکنه یا ببخشید قطع بشه، دیگه خودتون میدونید جنگیدن خیلی سخت میشه یا حتی ناممکن. خیلی خوب ببینید شمشیرهای ایرانی همشون با کلاهک تموم میشن. بعضیشون این حالت رو دارن که در غرب به اینا ما میگیم کربلایی. من یه مقاله علمی با پروفسور تویشکین در اوکراین نوشتیم در این مورد که خیلی روش بحثه. خیلی از محققا ما در این مجله خیلی معتبر علمی پژوهشی گلادیوس، خیلی میگن اگه بهترین در دنیا نباشید در دانشگاه کمپوتنزه مادرید، اگه بهترین مجله سلاح‌شناسی نباشه یکی از بهترین در دنیا است و اونجا چاپ کردیم. اگه شما علاقه داشتین یک میتونم حتی براتون یه ویدیو درست کنم اگه دوست داشته باشید چرا به این میگن دسته کربلایی. ما میتونیم بنابر کتاب Arms and Armor from Iran و یا حتی مقاله‌ای که نوشتم در موردش صحبت کنیم. ببینید این آج فیله، جالبیش نگاه کنید چقدر زیباسه. و این جالبیش اینه، ببین محافظ دسته ما گفتیم شکل گرد مانند کفچه‌ای و بعضیش سرشته‌ها. سرشته‌ها شما حتی من در این مورد در مورد کتابم خیلی دمش تحقیق کردم چرا سر اژدها نگاه کنید، اژدها میدمه به تیغ و قدرتش رو به تیغ میده. این مطالب بعدن صحبت خواهیم کرد. این تراکوبی مکرر روش و زیبایی رو نگاه کنید و این باعث میشه که شما نگاه کنید. من خیلی اینه که به طرف تیغ خم میشن دوست دارن. از لحاظ جنگی وقتی که تیغ حریف بیاد بره اون تو، شما میتونید بپیچونید. اونایی که رسم میکنن میدونن میشه مثل سای. و این شمشیر خیلی مهمه، از مجموع شخصی در پاریس فرانسه هستش. و شما نگاه کنید این مال سوپلی خان زند بوده در این کتاب من چاپ شده. شما بخواید نگاه کنید بازم مثالت اجتهاد مانند. و جالبیش نگاه کنید دسته من یارم رفت بگم ببخشید از سنگ یشمه. پس ما چند تا داشتیم؟ ببینید آج یا دندون گرازماهی شیرماهی، آج فیل، شاخ گوز، شاخ گاومیش و استخوان. ترتیباشون رو گفتم. سنگ یش، ببینید از لحاظ مرغوبیت این یشمی که اینجاست خیلی مرغوبه، میتونیم بگیم عین شیرماهی. ولی از لحاظ جنگیدن متاسفانه باید گفت سنگ یشم اون حالت چسبندگی رو نداره. اینو باید گفت. ولی از مرغوبیت بله خیلی مرغوبه. واقعا این شمشیر اصلا باور نکردنیه. ای کاش میشد اینو برگردون به ایران و خریدش به یکی از موزه‌های ایران. خب هموطنان گرامی من، این
من خواستم در مورد محافظای دسته با شما صحبت کنم امروز. امیدوارم که از این ویدیو و درس اول من لذت برده باشید. من بعدا میتونیم در مورد نوعهای تیغهای ایرانی صحبت کنیم، شمشیر و یا قمه، قداره و گرز، تبر، تیرکمون و هر نوع چیزی که دوست داشتید. سلاح‌های سرپر که مثل فتیله‌ای، چخماقی، دنگی صحبت کنیم در قسمت تاریخی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و من باز به شما درود میفرستم و برای تمام شما آرزوی موفقیت، قدرت و همچنین سلامتی دارم. پاینده باد ایران ما. پیروز باشید هموطنان گرامی و به درود.